سلام به دوستان خوبم. امروز یک شنبه است، 10 تیر ماه 1403 و آخرین روز ماه جوان 2024، 30 جوان. من راستش خیلی با خودم از دیروز سوال دارم، کلنجار میرم که این صحبت رو مطرح کنم با شما یا نه، ولی احساس کردم که سکوت من در این مورد ممکن ناشی از یه نوع عافیت طلبی یا رودرواسی باشه با بعضی از کسانی که به هر حال یک سلام علیکی با هم دیگه داریم. به همین جهت با اینکه میدونم هزینه داره این حرفا برای من و تا حالا مجموع کارهایی که من انجام دادم بیش از اینکه دوست برای من درست کنه دشمن درست کرده، ولی واقعیتش اینه که چون میدونم این روزها میگذره و تاریخ قضاوت خواهد کرد، ضمن اینکه بعدها مردم حق خواهند داشت گله کنن از ماها که به خاطر بعضی از شاید روابط شخصی، از بعضی از فجایعی که داره اتفاق میفته، بعضی از ناجوانمردی هایی که صورت میگیره از کنارش گذشتیم، به همینجا صحبت میکنم. سال هاست در جمهوری اسلامی یک نمایشی به عنوان انتخابات برگزار میشه که البته روز به روز، سال به سال، دوره به دوره از محتوا بیشتر خالی شده و تقریبا دیگه تبدیل شده به یک نمایشی فقط برای حمایت از رژیم. یعنی هر کس، من حاضرم با هر کس مناظره کنم که نشون بدم هیچ تأثیری به حال مردم نداره. روش های مختلف رو، افراد مختلف رو، گفتمان های گوناگون رو تجربه کردیم و هیچ کدومش اندکی فایده برای مردم نداشته. من یک گفتگوی با آقای نصیری داشتم، امروز احتمالا پخش میشه، اونجا اشاره کردم کسانی که دم از اصلاحات میزنن، کسانی که میگن ما میدونیم جمهوری اسلامی جنایتکاره اما باید از کوچکترین روزنه های استفاده کنیم برای اینکه حداقل های بهبود رو ایجاد کنیم، بهشون گفتم شما بیاید به من بگید از سال 76 که تا عنوان اصلاحات شروع شده تا امروز در یک عرصه، فقط یک عرصه به من میگن، عرصه اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، وضع مردم، وضع کلان کشور و وضع کلان اقتصادی و وضع سفره‌های مردم، اکثریت مردم، در یک عرصه به من میگن که بدتر از سال 76 نشده. یعنی اصلاحات تدریجی هیچ. بیان به من میگن در یک عرصه ما نه پیشرفت کردیم، ثابت موندیم، بدتر نشده. حاضرم با هر کسی مناظره کنم. خب پس تنها خاصیتی که برای انتخابات باقی میمونه اینه که یک نمایش اقتدار یا نمایش مشروعیت جمهوری اسلامی داشته باشه و فرصت فراهم کنه برای دولت‌های باجگیر و فریبکار غربی که تعاملات خودشون با جمهوری اسلامی رو توجیه کنن با این بهانه که به هر حال هنوز درصد قابل توجهی از مردم ایران در انتخابات شرکت میکنن و اصل نظام رو به قول اونها و به دروغ بگن قبول دارن. در طی این مدت روش برخورد افرادی که مخالف انتخابات هستن هم تفاوت کرده، چه در داخل چه در خارج. یکی از کارهای خوبی که به نظر من راه افتاده اینه که حداقل باعث بشن افرادی که همچنان با حکومت همراهی میکنند شناسایی بشن. حالا یه عده میگن شرمندهشون کنن، یه عده میگن شناسایی بشن. تو پرانتز اینجا بگم کسانی که مشهور شدن به کمپین شرمنده سازی، میبینید در مورد خود من بسیار بعضیشون لاتمنش برخورد کردن، ناجوانمردانه برخورد کردن، اما این یه بحثه. کاری که داره انجام میشه بدون توجه به بعضی از افرادی که انجام میدن کار کاملا درستیه. یعنی یک واکنش طبیعیه، به احتمال من خیلی با راحتی میخوام بگم بخش عمدهش هم خودجوش. یعنی وقتی میبینن که این همه جنایت در داخل کشور شده، باز یه عده‌ای که دارن از مواهب آزادی در غرب، از مواهب زندگی آسوده استفاده میکنن، با دکولته میان بیرون و میرن در سفارت جمهوری اسلامی یا دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی رأی میدن به حکومتی که فرزندان مردم، دختران مردم رو حتی با بهترین پوشش ها سرکوب میکنن، میکشن، تجاوز میکنن، خب میتونه عصبانیت ایجاد میکنه و افراد میان واکنششون میدن. حتما در هر نوع واکنشی یک ممکن افراط و تفریط هایی هم وجود داشته باشه. یعنی ممکنه از کنترل خارج شه، یک نفر عصبانیت به خرج بده. من نمیدونم وقتی که یک نفر با وقاحت داره رد میشه بهش میگن که داری میری رأی به جمهوری اسلامی میدی، انگشت در خون بچه مردم میزنی، میگه خوب میکنم، به یک همچین فاحشه چه اگه کسی گفت فاحشه اشکال داره به نظر شما؟ این میشه تندروی؟ این میشه شعبان بی مخ بودن؟ واقعا کسی که با وقاحت میگه خوب میکنم، انگشت در خون نیکا و مهسا و سارینا میزنم، اینو شما معتقدید که باید دستگل تحویلش داد؟
اگر یک نفری که خونش به جوش مده حرفی به این طرف زد، وقت طرف میشه شعبان بیمخ. من اصلا نمیدونم وجه تسمیه این که به شعبان جعفری میگن شعبان بیمخ چیه. این بیشتر به نظر میرسه که یک نوع حالا انتقام گیری هم باشه، کاری ندارم. من واقعا در وجود چیزی به نام شعبان بیمخ تردید دارم، اما قطعا شعبان استخوانی ما فراوون داریم که خیلی شخصیتشون شبیه اون شخصیت هزار دستان شعبان استخوانی که با تک استخوانی راه و رنگ عوض میکرد. این که ما بیایم بگیم کسانی که این کارو میکنن شعبان بیمخ هستن، گیرم در بینشون 4 نفر افراطی هم بودن، 4 تا فحش هم دادن. برای من جالبه یکی از کسانی که با ناجوان مردی همچین حرفی میزنه کسیه که در گفتگوهای کلاپاسی به محضی که به خودش کوچکترین اهانت میکنن انواع فحاشی های زشت رو میکنه که من اون رو هم بهش حق میدم. یعنی وقتی به طرف میان یک نسبتی میدم که خیلی با به نظر خودش با منشش فاصله داره عصبانی میشه. بعد اون آدم میاد به کسانی که رفتن بدون هیچ منفعت شخصی، یعنی اونجایی که این آقا تو کلاپاس یا توی گفتگوها در مناظره ها با صراحت فحاشی میکنه علیه طرف خودش، مسئله شخصیه. اما این کسی که رفته جلوی سفارت خونه داره با یک نفری که رأی داده برخورد میکنه، اصلا منفعت شخصی نداره. اصلا گیرم یکی از اونها مأمور باشه، گیرم یکی از اونها ادب باشه، کما که عرض کردم تعداد از اینها به خاطر چماقدار رسمی یک شخصیت، حالا شخصیتی که دست کنم یه خانومیه که ادعای رهبری داره و به خاطر اون فحاشی های فراوانی به خود من کردن، ولی اون یک بحث شخصیت شخصی افراد، یک بحث. این فعالیتی که داره انجام میشه برای شرمنده سازی کسانی که با وقاحت میگن خوب میکنیم انگشت در خونه سارا و نیکا و حدیث میزنیم، سارینا، اسرا، کیان. بعد حالا اگر فرسوانش رو به طرف یک حرفی زد، من اگر بودم قطعا به اون زن میگفتم فاحشه، بدون برو برگرد. اونم نه فاحشه بیگناهی که از جسم خودش استفاده میکنه برای کسب درآمد، اینا فاحشه مغزی جسمی هستن و کسانی هستن که از هیچی از خودشون مایه نمیگذارن. کثیف‌ترین فواحش اینا هستن. ولی حالا مثلا کسی که اون حرفو میزنه، ما بشیم وکیل مدافعش، بیام به کسانی که مخالفن بگیم شعبان بیمخ. من یقین دارم اگر از من بپرسن که اون کسانی که این کارو کردن شعبان بیمخن یا کسانی که دارن از اینها از رای دهنده ها دفاع میکنن، ظاهرا از دموکراسی دفاع میکنن، شعبان استخونی، میگم دوم قطعا شعبان استخونیه. چرا تا این حد فکر میکنیم که ما باید خودمون رو متفاوت از دیگران نشون بدیم، فکر کنیم ما خیلی میفهمیم، ما خیلی آزاد منشیم، ما خیلی دموکرات متحملیم؟ البته کسی به خودمون گفت بالا چشت ابروه در حضور جمع، در حضور چند هزار نفر تو کلاپاس به طرف انواع فحش خواهر مادر رو میدیم. این آدمای خیلی پاستوریزه که معتقدن حتی باید از اون فواحشی که میرن در سفارت جمهوری اسلامی رای میدن حمایت کنن، وقت به خودشون که میرسه کوچکترین حرفی که بهشون زده میشه در حضور جمع انواع فحاشی رو میکنن. به گمانم الان دیگه سال 70-71 نیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی جو تنها رسانه یا رسانه انحصاری باشه از طریق اون بشه مردم رو فریب داد. هر کدوم از ما هر حرفی میزنیم دیگه اگه پشیمون هم بشیم پشیمونی فایده نداره، برای اینکه منتشر میشه در فضایی که انقدر حساسیت زیادی که از یک حرف حتی مبهم یا دو پهلو میشه هزاران سوژه علیه افراد درست کرد. فراموش نمیکنن مردم بعضی از افرادی که ادای پاستوریزه بودن رو در میارن، ادای دفاع از حق مخالفان رو در میارن، وقتی به خودشون میرسه چقدر کم تحملن و چقدر راحت بدترین اهانت ها رو به مخالفانشون میکنن. من در مقام دفاع از مخالفان اونها نیستم، بله در خیلی از عرصه افرادی که حرف میزنن به موجب عصبانیت میشن، اونها هم دروغ میگن. ولی من سوالم اینه که چطور کسی که وقتی به خودش یک اهانتی میکنن به خودش حق میده بدون در نظر گرفتن حرمت زن و مردی که تو اون جمع نشستن بدترین فحاشی‌ها رو به مخالف خودش بکنه، وقت از اینکه یه عده رفتن وقتی در مقابل یک کثافتی قرار میگیرن که میگه بله خوب میکنم انگشت در خون نیکا و سارینا میزنم، عصبانیش رو اگه چیز گفتن، وقت میشن شعبان بیمخ. دوستان، عزیزان، برادران، دوستان، دشمنان، شعبان استخونی ها، نمیدونم پاستوریزه ها، اسمتون هرچی هست، این روزها میگذره ولی این حرفا میمونه. دوره فضای مجازی هیچ چیزی فراموش نمیشه. گمان نکنید که حالا یه چیزی میگیم چند نفر خوششون میاد، ممکنه حالا یه جاهایی برام کفم بزنن، ولی اینها ماندگاره.
بعد روزی که مشخص شد تک تکی که نه حالا تک تک نگم اکثریت افرادی که من رنگ میدن یک رانتی خوردن، اگر وقت مردم شما رو متهم کردن که شما هم لابد سهمی دارید، خیلی دلخور نشید، حتی اگر این اتهامی که بهتون میزنن اتهام ناحقی باشه. امیدوارم که من خیلی مثل بعضی دانشمند نیستم، خیلی کوچه بازاری عادی محاوره‌ای مثل مردم عادی صحبت میکنم. یه سوزن به خودتون بزنید، جوالدوز به خودتون. اگر در مقابل یک سوزنی که به خودتون میزنن جیغتون تا آسمان میره و در حضور چند هزار نفر فحاشی میکنید، اون وقت توقع نداشته باشید که مردمی برن، مردمی که اندک وجدانی دارن، رفتار همراه با جنایت پیشگی بعض از افراد در دفاع از جنایت‌های جمهوری اسلامی رو ببینن و سکوت کنن. امیدوارم که روزی برسه نه شعبان بیمخ داشته باشیم نه شعبان استخونی. موفق باشید.